عزیز، خانواده خدا، برگزیدن خدا، همینطور که آرش گفت امروزم دست خدا کوتاه نیست و جلال خودش رو به ما نشون بده و هرچقدر با قلبی باز و انتظار و با ایمان بیاییم و تمرکزمون به خدای بکنیم، روح القدس رو بکنیم که الان اینجا حضور داره و باورم کنیم که خودش دوست داره و عاشقشه، خودش رو به ما معرفی کنه. مطمئن هستم از اینجا خالی نخواهی رفت و عزیزانی که تو خونه های خودشون هستن و سلام میگم به شما و یا خوشحال میشودیم که شما اینجا با ما این جشن و با این سمست میگرفتیم. هر جایی که الان هستیم خوش اومدیم به جلسه عبادتی یک شنبه ما. در مزمور 111 آیه 1 اینجا نوشته: هللویا، خداوند را به تمامی دل حمد خواهیم گفت در مجلس راستان و در جماعت. کارهای خداوند عظیم است و هنگامی که به آنها رغبت دارند در آنها تفتیش میکنند. ما امروزم سرودهایی که انتخاب کردم همینطور سرودهایی بود که کلام عظیم، عظمت، جلال و قدوسیت بود. توی ترجمه تفسیر اینجا نوشته کسانی که به آنها علاقه دارند درباره آنها تفکر میکنند. جالبه که کسانی، یعنی خدا به ما اجازه میده که کارهایی که خودش انجام میده که پر از جلاله، پر از زیبایی است و کسی که واقعا دوست داره، علاقه منده، مثل اینکه خدا تشویق میکنه، میگه که تو میتونی پیدا کنی. خدا چیزهای خودشو قایم نکرده که فقط بگه که فقط من هستم، همه چی رو من میدونم، بلکه هر چیزی که عزیزان خدا خلق کرده برای ما خلق کرده. میدونستین؟ و خدا دوست داره، گفته که همینطور که الان ما خوندیم که کسانی که به آنها علاقه دارن، یعنی اول کارهای خداوند عظیم است و هنگامی که به آنها رغبت دارن در آنها تفتیش میکنن، یا کسانی که به آنها علاقه دارن درباره آنها تفکر میکنن. کار او جلال و کبریاست و عدالت وی پایدار تا عباد الاباد. و من فکر میکنم در امروزم فکر میکنم خدا میخواد از این کار عظیمش، از این جلال عظیمش امروزم به ما یه قسمت هایی نشون بده. و بعضی وقت ما اونقدر از دید خودمون اونقدر یه تصوری میکنیم از، یا سعی میکنیم تصور کنیم این جلال چیه و چطوره. بعضی وقت هست که خدا خیلی آسون و خیلی ساده چیزایی برای ما روشن میکنه که واقعا بدونیم که این جلال چیه و این کار عظیمش چیه. و امیدوار هستم امروزم اینو بتونیم بفهمیم. و تشویق میکنم همینطور که علاقمند هستی و میخوایی با اون کارهای عظیم او، جلال او آشنا بشی، که کنجکاو باشی و بری و خدا به تو قول میده که برای تو باز خواهد کرد، نشون خواهد داد قسمت به قسمت کارهای او، جلال و کبریاست. در مزمور 19 اینجا نوشته آسمون جلال خدا رو بیان می کند و فلک از اعمال دستهایش خبر می دهد. روز سخن می راند تا روز و شب معرفت را اعلام می کند تا شب. سخنی نیست و کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی شود. خیلی جالبه که چطور خدا زمانی که نویسنده می نویسه که برای چطور
این آسمون ها جلال او رو نشون میدن و همیشه در سکوت، هیچ سخنی نیست، هیچ چیزی نیست گفته میشه. و معمولا ما این چیز رو به هر حال نگاه میکنیم، این کهکشان به تمام چیزها، خلقت خدا، و واقعا هم دهنمون بعضی وقت باز میمونه، میگیم چقدر عالی هست. فقط یه رازی هم پشتش هست که خدا هم همینطور در بین ما، در بین قوم خودش، در این دنیا هم همینطور کارهای خودش رو انجام میده، روز تا روز، شب تا شب، سکوت پد هست، میتونیم ببینیم. کسانی که کنجکاو هستن میتونن اینجا در زندگی خودشون و همینطور در هر جایی که هستن میتونیم ببینیم. نمیدونم متوجه میشین یا نه. خدایی نیست که الان باید سر صدا کنه و بیاد اینجا بعد میگه آها الان یه چیزی شده، بلکه خدا در سکوت میاد، حرفی نیست، فقط خودش هست. و زمانی که با این چشمای ایمان شروع کنیم نگاه کردن، واقعا وارد یک مکانی میشیم که اونجا هست و اونجا میتونیم به هر حال چیزایی که او برای ما تک تک ما آماده کرده به دست بیاریم. و دست آوردن هم این نیست که برکته عزیزان، دست آوردن یعنی خودشه، چیزی که مربوط به خداست، که زیباترین چیزی است که ما میتونیم برحال به دست بیاریم. در عبرانیان باب 2 آیه 6 تا 9 اونجا میگه که چیش انسان که او رو به خاطر آوری، یا پسر انسان که از او تفقد نمایی، او رو از فرشتگان اندکی پستر قرار دادی و تاج و جلال و اکرام رو بر سر او نهادی و او رو بر اعمال دستای خود گماشتی، همه چیز را زیر پاهای او نهادی. در مورد کی صحبت میکنه؟ در مورد من صحبت میکنه، در مورد تو صحبت میکنه. از این حد میخوام بگم که ما همون شاهکار او هستیم و باور میکنم که هر چیزایی که خداوند خلق کرده که واقعا زیبایی مطلقه، حتی در مزمور 5 نوشته از زعیون که کمال زیبایی است خداوند، تجلی نه؟ یعنی خودش میاد ظاهر میشه، ظاهر میکنه از سعیون که زیبایی، یعنی کمال زیبایی است. و اینجا در مورد الان در این قسمت که میگه که انسان چیست که در موردش صحبت میکنه، زمانی که به خودمون نگاه میکنیم ما کی هستیم، زمانی که به خودمون نگاه میکنیم دنیای نگاه میکنیم ببینیم چه کاری ما کردیم، چقدر همه چی رو خرابکاری کردیم، دنیا رو که خداوند برای ما خلق کرده به دست آدم و حوا گذاشته که بتونیم اینجا نگهداری کنیم، الان همه چی رو خراب کردیم، ویران، تاریکی، ظلمت، درد و رنج. بعد از این نگاه میکنه انسان چیست که تو ما رو خلق کردی؟ فقط خدا اینجا در مورد شاهکار صحبت میکنه و میگه که او رو از فرشتگان اندکی پستر قرار دادن، تاج و تاج جلال و اکرام رو بر سر او نهادن و او رو بر اعمال دستای خود گماشتم، همه چیز رو زیر پای او نهادم. عزیزان، ما همه ما شاهکار خدا هستیم. خدا زیباترین، من باور میکنم زیباترین، پرجلالترین کاری که عیسی مسیح کرده، خدا کرده، ما رو خلق کرده. تو بزرگترین و زیباترین کار خدا هستی.
زمان یه شخصی که ایماندار نیست قلبشو باز میکنه و خدا میاد، شاید به درد نمیخوردی قبل از این، زمانی که قلبتو باز میکنی و اون خدا میاد جول با خونش تو رو پاک میکنه، تمام ناخالصی ها رو بر میداره، بعد از این روح خودش رو در تو میدمه و تو رو تازه میکنه، هویت تازه به تو میبخشه، تو رو پر میکنی از خودش و شروع میکنه یک داستان تازه برای تو نوشتن. و برگردم به اون قسمتی که خودش از ابتدا داشته که شریک جلالش بکنه، وارد یک سرنوشت جدیدی میشیم ما. و دیگه از اون موقع خداست که با این فکری که از ابتدا داشت، زمانی که ما در رحم مادرمون بودیم که خدا دستشو گذاشت و گفتی که تو رو انتخاب کردم، و چطور از اونجا هیچ اطلاعی نداشتیم، چطور خداوند این جلالی که خلق کرده الان آورده و نجات داده و الان تو رو آماده میکنه برای ابدیت. و این داستان ماست عزیزان، که زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح همه چی تازه میشه، حیات جاودانی اونجا قرار میگیره در ما، هدف ما فرق میکنه و همینطور امید ما فرق میکنه، تمام چیزهای گذشته رفته، همه چی خداوند تازه میکنه. و به این خاطر زمانی که ما میگیم که کارهای خداوند عظیم و عجیب است، به خودم نگاه میکنم، میگم واقعا کارهای خدا، زمانی که به من نگاه میکنم فقط میگم واقعا کارهای تو عجیب و غریب است، کی میتونه این کارها رو انجام بده؟ احتیاج نیست فقط برم به طبیعت، به این تمام کهکشان ها نگاه میکنم، بلکه من و شما عزیزان که شاهکار خدا هستیم، با چه دقتی خدا شروع میکنه به کار کردن، به کار خودش که تو رو به اون هدفی که داره اونجا برسونه. زمانی که به خودم نگاه میکنم میبینم که خدا از زمانی که من ایمان رو بردم یک کتاب جدیدی شروع کرده نوشتم برای من، کنترل زندگی من رو به دست آورده، به دست گرفته. هر چقدر بعضی وقت ما کنترل دوباره از دستش میگیریم، دوباره میدیم، دوباره برمیداریم، فقط خدا با صبر و تحمل یواش یواش ما رو به این ریل خودش قرار میده. و بهترین دوست رو به ما بخشیده، روح القدس رو، تسلی دهنده رو، که کنار ماست، با ماست، در ماست، معلم زیبا، کسی که ما رو محافظت میکنه، هدایت میکنه و ما رو وارد میکنه به یک زندگی ماجراجویانه با واقعا مسیحیت. در مسیحیت یعنی در این ایمان زندگی کردن، واقعا وارد یک زندگی ماجراجویانه هست که نمیدونی کجا میری، یعنی هدفشو میدونی فقط نمیدونی مسیرشو نمیدونی. اینجاست خداست که با زیبایی خودش، با فکر خودش، با نقشه های خودش ما رو از یک جنگل به یک جنگل دیگه، بعد از این تو یک دوباره بهشت دوباره بر میگردونه تا ما رو برسونه به هدف خودش. اینو من میگم که کارهای او عظیم است. در اشعیا نبی باب 43 اینجا میگه که چون از آبها بگذاری من با تو خواهم بود. این وعده هایی هست که خداوند در این سفری هم که ما میریم، تو هیچ کتاب مذهبی یا دینی وجود نداره، هر کتاب های مذهبی فقط یه چیزهایی از خدا میگن یا از شریعت میگن، فقط تو هیچ کتابی نمیبینی که خدا وعده ها رو داده، هزاران وعده ها رو داره که میگه که از اینجا شروع کردی، من با تو یه کتابی می نویسم و الان در این سفر زندگی خودت وعده به وعده، وعده به وعده، وعده به وعده است که این وعده هاست که مثل یه ابر تو رو بر میدارن، همینطور هدایت میکنن به اون هدف. از طریق این هدف، از این وعده هایی هست که من خدا ما رو تسلی میده، بنا میکنه و میگه منتظر باید صبر کن، من هستم، تو رو تک نمیکنم. و وعده های زیادی هست که خداوند نوشته،
این وعده هاست که ما رو نگه میداره، وعده هاست که زمانی که میافتیم دوباره ما رو بلند میکنه. خدا میدونه این مسیری که ما میدیم مسیر سختیه، چون باید این زندگی گذشته رو باید که با ما چسبیده باید تو کنار بیاره. به این خاطر میگه چون از آبها بگذاری من با تو خواهم بود و چون از نهرها عبور نمایی تو رو فرو نخواهد گرفت. هر دفعه و چون از میان آتش هم رفتی، آتش های این دنیاست، بعضی وقت هم آتش های روح القدسه، که آتش روح القدسه که بعضی وقت ما شاید تصویر اشتباهی داریم، آتش روح القدسه بعضی وقت باید بیاد که تمام چیزایی که سلول های گذشته که در ما چسبیده و هیچ کسی نمیتونه جدا کنه جز از روح خدا، آتش خدا. بعضی وقت نمیدونم شما چه فکری داری، بعضی وقت از خودم اونقدر بدم میاد، از فکرهای بدم میاد، از رفتار، از این چیزهای بدم میاد، میخوام از خودم فرار کنم، نمیتونم فرار کنم، کجا برم، چطور بتونم، آی کاشکی یک غیچی بود، یک کادر میگم چاقو بود، یک چاقو که بتونستم از خودم جدا کنم، نمیتونم از خودم فرار کنم، این چسبیده من مثل یه سرطان. پوشیدنم فایده نداره، پوشوندنم فایده نداره. بعد میتونم بگم تنها چیزی که من میدونم این آتش روح القدس باید بیاد طوری بسوزونه که هر چیزی که از خدا در من نیست سوخته بشه و هر چیزی از خداست میمونه. و بعضی وقت خدا باید این آتش رو بیاره، چون من نمیدونم چطور عوض بشم. بعضی چیزهایی هست که ما تعلیما یاد میگیریم، تعلیما ما رو هدایت میکنن، تعلیما ما رو آگاه میزنن، تعلیما فقط چشمای قلبمون رو باز میکنن. فقط این چاقوی محبت، چاقوی خدا که بعضی وقت یا صلیبه یا آتش خودشه که ما رو خدا هدایت میکنه در این مسیرهایی که واقعا دردناکه. و در همون لحظه وعده های خداست که اینجا صحبت میکنه بسیار زیاده، زیرا من میگه که میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله اش تو رو نخواهد سوزانید. شعله اش فقط چیزا رو میسوزونه که از خدا نیست. خدا رو شکر درده، فقط آزادیه. زیرا من یهوه خدای تو و قدوس اسرائیل نجات دهنده تو هستم. مصر را فدیه تو ساختم و حبش و سبا رو به عوض تو دادم. یعنی همه چی رو پرداخت کرده، همه چی رو داده به خاطر تو که تو رو نجات بده، چون که در نظر من گرانبها و مکرم بودی و من تو رو دوست می داشتم. نه به خاطر که ما یا من یک کاری هستم، چون اوست که اونقدر تمرکزش روی تک تک ماست که در تمام قسمت های زندگیمون بیاد اونجا به خاطر محبتش همه کار رو انجام بده که خودش رو به ما آشکار کنه. من آرزوی من اینه عزیزان، آرزوی من برای خودم که تو این سالهاست که بیشتر و بیشترم یاد گرفتم که اینه که هیچ موقع دیگه دنبال برکت ها نمیرم، دنبال چیزایی نمیرم که خدا به من ببخشه. هیچ چیزی واقعا میبینم به درد نخوردنیه. تنها کسی که فقط میتونه منو ارضا کنه یا قلب منو یا روح منو تازه کنه، حیات ببخشه، فقط روح خداست. و اوست که سعی میکنه همه راه رو باز کنه که وارد بشه، خیلی بیشتر از اینکه ما میخواییم. در اشعیا باب 46 آیه 9 تا 10 میگه که چیزهای اول رو از زمان قدیم به یاد آورید، زیرا من قادر مطلق هستم و دیگه نیست، خدایی هستی من
نظیر من نه آخر را از ابتدا و آنچه را که واقع نشده از قدیم بیان میکنم و میگویم که اراده من برقرار خواهد ماند و تمامی مسرت خیش را به جا خواهم آورد. آلبرت، من تو رو خواندم و تک تک اسم شما که میتونی بگی من گفتم، من خدای قادر مطلق، من گفتم و من هم انجام میدم، من به هدف خودم میرسونم که تو رو آماده کنم، تقدیس کنم، پاک کنم و ما رو تو رو به با جلال خودم یک کنم و روی تخت بشینی و من سلطنت کنی. من خدای قادر متعال هستم، مطلق هستم. اینو فکر کردم و اینو تصمیم گرفتم انجام خواهم داد. آمین. چون چیزی دیگه وجود نداره جز از من. این چیزهایی هست از آن عزیزان، زمانی که به این نگاه میکنم، به وعده ها، به این کلامی که گفته و باور میکنم این کلام، در این کلام میتونم برم لذت ببرم و شادی من اونجا قرار بگیرم. چه فکری خدا برای من داره، چقدر که متوجه شدم بهترین، زیباترین، جلالی کاری که خداوند کرده من هستم که لذت میبره از کارش. و تک تک شما هستین که اینجا، که خدا قبل از بنیاد عالم در خود برگزیده که یک خانواده باشیم مقدس، بی عیب و با محبت. اینه که سرنوشت ما، زندگی ما و زمانی که به خودمون نگاه میکنیم، در شانه بیبا به چهل اینجا میگه که خود خدا به قوم خودش میگه که ای یعقوب چرا فکر میکنی و ای اسرائیل چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف من را دست داده است. میگه که چرا این حرف رو میزنی؟ هنوز متوجه نشدی چی هستی برای من؟ چرا غور میزنی؟ شکایت میکنی؟ من تو رو ترک کردم، من نیستم و هر جایی که قرار گرفتی من نمیبینم، دنبالت نیستم. میگه که چرا این فکر رو میکنی؟ آیا ندانستی و نشنیدی که خدای سرمدی یهوه آفرینده اقصای زمین درمانده و خسته نمی شود و فهم او رو تفحص نتوان کرد؟ و بعد از این صحبت می کنه که میگه من تسلیم. یعنی خدا می خواد به ما تشویق کنه. آیا نمی دونستی چی هستی؟ روبروی کی هستی؟ چه خدایی داری؟ چه خدایی هستم؟ چرا نگران هستی؟ چرا می گویی خدا من تو مشکل افتادم، دردهایی گرفتم، چرا من؟ دیگران زندگیشون به خیلی بهتره، چرا من این دردها رو باید بکشم؟ چرا من باید در این قسمت ضعیف بشم؟ و مقایسه میکنیم به دیگران، با ایماندارای دیگران و میگیم دایه من، چرا من؟ چرا من این برکت ها رو به دست نوردم؟ چرا من در این قسمت ها مریض شدم؟ آشنا هستیم؟ چرا من؟ این چرا من فکر میکنم همه ما تجربه کردیم. و کسی که میگه که چرا من، میتونم بگم هنوز با نقشه خدا آشنا نشدیم، هنوز با این خدای قادر متعال، قادر مطلق آشنا نشدیم. تقریبا فکر میکنم دو ماه پیش بود، همین تو با نسلم توی ترکیه بودیم، اونجا صبح که زود بیدار شدم همینطور قسمتی کلام میکندم و مسیح نمه همینطور با هم و همینطور که دعا میکردم و یهو این زندگی من جلوی چشمم آمد و گذشته من، خرابکاری و تا
تمام این گناه‌های من و همینطورم چه زندگی داشتم، چه خطرهایی افتاده بودم، دوبار تقریبا به خودکشی رسید بودم، مواد مخدر کشیدم، بعد از این مسافرت‌هایی که می‌کردم تو این مسافر خیلی کارهای خطرناکی می‌کردم و همه چی اینطوری نگاه می‌کردم مثل یه فیلم جلوی چشم من همینطور آمد. بعد از این نگاه کردم دیدم الان پدر من ایمان نآورده به عیسی مسیح و مادرم هم اینطور نه، خواهر برادرم هنوز ایمان ندارن، تو ظلمت زندگی میکنن و میبینم خواهر من برحال از چیز میبینم که زندگی نمیکنه، افسرده است و اینطوری که مثل یه فیلم جلوی من همینطور رفت. یهو گفتم چرا من نجات پیدا کردم؟ گفتم چرا تو منو نجات دادی؟ چرا من؟ معمولا من باید این مرده بودم. چرا من؟ چرا منو نجات دادی؟ تمام خانواده هم همه بی ایمان و من کل شخترین توی عضو خانواده می بودم. گفتم خدا من چرا منو انتخاب کردی؟ اصلا کلن عزیزان تمام این ذهن من 180 درجه عوض شد. و از این که ما میگیم چرا من توی مشکل افتادم، چرا من الان توی فشار باید میفتم، چرا من الان در این قسمت ها به من ناعدالتی میشه، چرا من در این قسمت ها برحال بعدی باید ببینم ناعدالتی باید ببینم و الان همه چی عوض شد که میگم در این قسمت چه افتخاری هست که خدا منو انتخاب کرده، چه افتخاری، چرا من تو رو نجات داده، من دنبال تو هم سمارده، چرا من اونقدر کلشق خودخواه پر از حسادت، من لیاقتشو ندارم، چرا منو انتخاب کردی؟ خدا من الان منو انتخاب کرد، پدرم مادرم چی؟ خواهر برادرم چی میشن؟ این سوال باقی مونده، نمیدونم. دیدم که اصلا ذهن من احتیاج نیست، من اوکی. دیدم که اصلا ذهن من دید من عوض شده، دیدم که هی چه افتخاری بزرگی، من اجازه دارم در این راه خدا برم، هر اتفاقی میافته در زندگی من میدونم برای نقشه خداست. زمانی که تو فشار میافتیم دیگه نمیاد چرا من، بلکه به خاطر اینکه تو منو انتخاب کردی، به خاطر اینکه فکرت برای منه، به خاطر اینکه تو منو میخوای آماده کنی برای اون جلالی که بخواهیم داد، به این خاطر الان در اینجا قرار گرفتم. دیگه نمیگم چرا باید این دردها رو بکشم، آلبرت این دردها رو میکشی چون من تو رو انتخاب کردم. ایوب میتونست بگه چرا به شیطان اجازه دادی بیاد اینجا منو تو وسوسه بندازه و همینطور همه چی رو خراب کنه؟ خدا میگه چون میخواستم ببرم تو رو تو باب 42 که اونجا میگه که من از خداوند شنیده بودم، الان چشمای من تو رو دید، به این خاطر با خاکستر من توبه میکنم. بعد از این خدا آمد و شروع کرد به تکثیر کردن. من احساس میکنم خدا میخواد درست متوجه بشی روبروی چه خدایی ما ایستادیم، قادر متعال. چرا قوم من میگه که من تو رو نمیبینم و مشکلات تو رو الان حل نمیکنم، دعای تو رو بعضی وقت نمیشنوم؟ من میشنوم دعای تو رو، فقط کار من عظیم‌تره
از این که تو فکر میکنی. از این زمانی که نگاه میکنم میگم من یک روز جلال عیسی رو خواهم داشت، چون من این تصور رو ندارم جلال چیه، اونقدر ارزشی شاید نداره، فقط میتونم بگم یا میتونم تصور کنم. بعد زمانی که باور میکنم من شاهکار خدا هستم، جلال فرازنده خدا هستم و خدا منو و تک تک ما رو خلق کرده، دهنم بسته میشه میگم خدا من دیگه این چرا من نمیگم که به خاطر این که، یا اگه از خدا من بپرسم چرا من توی مشکل هستم، خدا میگه به خاطر این که من یک جلالی به تو خواهم داد، یک کار عظیمی خواهم کرد و بزرگترین کار، بزرگترین عظیمترین کار خداست که ما را تبدیل به شباهت خودش بکنه. به این خاطر لذت میبرم، میگم خدا من شاهکار تو هستم دیگه. از اون موقع دیگه چرا منو نمیگم، بلکه میگم ادامه بده خداوند، ادامه بده، چون وعده هایی که دادی، تمام این چیزهایی که نوشته شده برای منه. شما من رو بر نگذارید، بلکه من شما رو برگزیدم و شما رو مقرر کردم تا شما برویم و میوه آوریم و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من بطلبید به شما او به شما عطا کنم. من تو رو برگزیدم، انتخاب کردم. ما بعضی وقت این آیه رو میگیم، نه؟ موعظه میکنیم، تعلیم هم میدیم. بعد امروز خداوند مخصوصا میخواد به تو بگه که ببین در رحم مادرت بودی، یا حتی قبل از این کلام خدا میگه قبل از بنیاد عالم خداوند ما رو خلق کرد یا قرار کرد که ما خانواده خداوند باشیم. به این خاطر در هر قسمتی که توی زندگی ما قرار میگیریم عزیزان، هر موقع بپرسی چرا من، خدا به تو میگه چون فکرهای من، کارهای من عظیمتر از این که فکر میکنی. همینطور که ما اول کنیم کارهای خداوند عظیم است و همگامی که به آنها رغبت دارند در آنها تفتیش میکنند. و زمانی که میخوای بزرگترین کار خدا رو ببینی به خودت باید نگاه کنی. پر جلالترین کاری هست که خداوند کرده، هر چیزی که خداوند خلق کرده به هر حال توش خودش توش نبود. تمامی کهکشان رو زیباترین چیزا فرشته رو خلق کرده، فرشته شبیه خدا نبودن، نه؟ پس پر جلالترین چیزی که خدا خلق کرده باید یه چیزی باشه که خودش توش باشه و این دو تو و من هست. و خدا امون روح خودش رو به ما بخشیده، این روح لطیف، این روح عزیز، پر قدرت، پر دانا، میگه که عمقهای خدا رو میدونه و این عمقهای خدا رو میخواد به تو منتقل کنه که با خدا آشنا بشیم. پس امانی که اینو بفهمیدیم، پس چطور باید با این روح قدس همکاری کنیم عزیزان؟ متوجه هستی؟ این روح خداست که این پر جلالترین کاری هست که میخواد در تو انجام بده. پس چطور باید با دقت با روح قدس راه بریم، با او ملاقات داشته باشیم، وقت رو بذاریم و اجازه بدیم او در ما شروع کنه به کار کردن؟ چون همه کارا رو روح خدا انجام میده، فضا رو آماده میکنه که تو رو قسمت به قسمت، سانتیمتر سانتیمتر همینطور نزدیکتر به خودش بکنه. آمین. به این خاطر عزیزان ما در یک زمانی زندگی میکنیم که اعتماد باید به خدا، به روح خدا داشته باشیم. اون میدونه چه کاری میکنه. خدای ما نخوابیده. اون خدای ما با دقت به وسیله روح قدس با ما
رفتار میکنه، نگاه میکنه، تمام فکرها رو، تمام فکرهایی که هنوز ما از خودمون نمیدونیم خودش میدونه و همه چی رو آماده میکنه و میخواد ما رو خالص کنه از تمام آشغالا. داد میکشیدم، میگم خودم چطور میتونم از این فکر رو میخواستم یه جوری برم توی این مغز خودم بکشم. یه سب کن، روح خداست، روح خداست که انجام میده. باور کن، گوش کن، اطاعت کن به روح خدا، او میدونه چطور تو رو کامل کنه. در هر جایی که قرار گرفتین عزیزان، به کسانی هم توی خونه های خودشون هستن، یاد بگیرید دیگه این عادت، چرا من توی این مشکل، چرا من توی این توی چاه افتادم، بعد توی این 5-6 سال خیلی بلاهایی که خودم مقصر بودم روی من افتاد و خدا اجازه داد. و اونجا واقعا به شما میگم دردهای شدیدی میکشیدم، شب ها ساعت 4 بیدار میشدم، عرق، پر از عرق، نمیتونستم بخوابم. اونجا هم من میتونم بگم چرا، فقط اونجا میتونستم، مشکل من بود، من گناه کردم، من گناه یعنی اشتباه، تصمیم اشتباه گرفتم و چیزهای دیگه بود. فقط خدا از همه چی استفاده کرد. اونجا توی تنگی ها اونجا جلال خودش رو نشون داد، وفاداری خودش نشون داد. می بینید خدای سود رو ما خوندیم که هیچ موقع تو ما رو تنها نگذاشتی، وفادار هستی تا ابد. امثال سلیمان باب 3 میگه که به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه نکن. و زیباترین چیز برای من این عزیزان، زمانی که کسی ها کسانی که واقعا یاد گرفتم با روح قدس زندگی کردم، با روح قدس راه رفتم، صبح بخیر گفتم و با او هم همینطور از خونه برم بیرون و همینطور برن کار میکنن، هر چایی میکنن، روح خدا همینطور مثل یک ابری هست، مثل یک نسیمی هست، نمیدونم چطور توضیح بدم، این روح القدس هست، نیست، میره، میاد، نمیتونی کنترل کنی. یه قسمت واقعا زیباست چون زیر کنترل تو نیست، او میاد هر موقع که دوست داره میاد و هر موقع میدونه که احتیاج هست. و بعضی وقت با نشانها چیزهای نشون میده و کسانی که روی واقعا یاد گرفتن با روح خدا، با روح قدس زندگی کردن، اینجا میگه در همه راههای خود او رو بشناس و او طریقات را راست خواهد گردانی. در همه راههای خود او رو بشناس، یعنی منظور اینه که هر راهی که میریم، هر تصمیم میگیریم، روز به روز، روز مره ما زندگی میکنیم، در همه راهی که میری، از سر کار میری، میدم میری کلیسا، میری مثلا الان تفریح، میری یه جای رستوران، در همه راهی او رو بشناس. از اون میخوام تشویق کنم که چشمای قلبمون باز بشه که بتونیم در زندگی روزمره ما روح خدا رو ببینیم. او هست، او میوزه، او هدایت میکنه، لذت میبریم بعضی وقت در این قسمت، این شادی به وجود میاره که اصلا تو خیابون فقط میتونی اینجا وجه کنی. افراد میگن که تو دیوونه هستی، فقط اینجا خدا رو ببینی در حرکت، دوباره نیست. و ما احتیاج داریم به این ملاقات صمیمانه. خیشتن رو حکیم من پنددار، از خدا من بترس و از بدی اجتناب نما. اینجا میگه خیشتن رو حکیم نمت، یعنی روی فکر خودش، روی حکمت خودت اینجا بگذار کنار. خدا من در حال به ما عقلی داره که بتونیم در موردش فکر کنیم. فقط الان من میدونم، من همه چی میدونم و من فکر میکنم اینطور، من فکر میکنم نه، اینا بکسر کنار. خدا اونقدر کارهایی میکنی، کارهای عظیمشه که نمیتونی توضیح بدی. و بعد از این میگه که از خدا من بترس و بعدی
از بدی انتخاب، یعنی از خداوند بترس. از آن امروز صبح بود یه قسمت قوی اونقدر قدوسیت خدا رو درک کردم که نتونستم تحمل کنم، ترسیدم و واقعا به شما میگم میخواستم فرار کنم، یعنی میخواستم این فرار کردم. قدوسیت خدا واقعا عزیزان یه چیزی هست که نمیشه توضیح داد، واقعا مثل شعله آتشه. نتونستم تحمل کنم، گفتم خدا من نمیتونم دیگه، نمیتونم دیگه، کنار کشیدم. من میخواستم واقعا این قسمتی فرار کنم، گفتم نمیتونم، من احساس میکنم این که ادامه بدی من دیوونه میشم. این خادم میگه خدا، از خدا بترس، از روح القدس که دوست توست، رفیق توست یا هادی توست، فقط روح قدوسه، بترس. نه از اون بترس اینطوری، بلکه بترس که مقاومت کنی، شروع کنی علیه اون جنگیدن. زمانی که روح القدس هدایت میکنی گوش کن، باور کن، او را هدایت خواهد کرد. یک کسی که خدا ترسی رو داره واقعا شروع میکنه به اطاعت کردن به این کلام خدا یا به روح خدا که اونجا رو بتونه هدایت کنه. به این خاطر این برای ناف تو، زمانی که یکی از خدا بترس و از بدی اجتناب نما، این برای ناف تو شفا و برای استخوان‌های مغز، استخوان‌هایت مغز خواهد بود. آرزوی من برای خودم و من برای شما عزیزان که گوش میکنین که یاد بگیریم اول روز به روز قدمی که برمیداریم در این دنیا واقعا پر از تشکر و درست پر از تشکر شکرگزاری باشیم که بگیم که چرا منو انتخاب کردی و این چرا منو انتخاب کردی باعث پرستش میشه، چون میگه که من دوستت دارم، من تو رو انتخاب کردم. این اولین قسمتی در زندگی ما باشه و همینطور میتونی هر روز هم میتونی بگی، من هم همینطور میگم که خدا من به چه دلیلی به من این فیض تو رو هدیه دادی که میتونم هر روز در این فیض تو زندگی کنم، چرا خداوند این اجازه دادی هر روز زیبایی تو رو لمس کنم، زیبایی تو رو مزه کنم. چه افتخار بزرگی هست. این اتوماتیک پرستش به وجود میاره عزیزان. حتی توی یک جایی قرار بگیری که پر از آتش باشه، پر از فشار باشه، بدونی در این فشار خداوند میگه به این خاطر که چه فکری برای که فکرهای عالی برای تو رو در اینجا گذاشتم، صبر کن. آخرین آیه که میخوام بخونم در عبرانیان باب 10 آیه 35 میگه که پس ترک مکنین دلیری خود را که مغلوب به معجزات عظیمی باشد، درسته؟ پس نکنین دلیری خود را که مغلوب به معجزات عظیمی میباشد. ترک نکن، ادامه بده، خدا با توست، زیرا که شما را صبر لازم هست تا اراده خدا را به جا آورید. هر روز بگی که مرسی خدا من، شکر که منو انتخاب کردی، ارزش نجات منو میدونم خداوند، تشکر میکنم و با این حال وعده رو به دست بیارم، وعده رو بیابیم، این نقشه‌ای که خدا من برای ما داره برای تک تکش ما. آمین. اگه موافق هستیم با هم دعا کنیم. یه لحظه همینطور که شاید خوب بشه نگاه کنیم که چقدر تو این چند مدت عادت کردیم اینطوری
چرا گفتن، چرا افراد قبول شدن، پاسشو گرفتم، من هنوز پاسشو نگرفتم، چرا افراد خونه دارم من خونه ندارم. چرا توی مشکلهایی قرار گرفتم؟ چرا وضع من اینطوریه؟ هر چیزایی که میتونه باشه. خواست بکنم خدا میخواد، روح القدس میخواد یه شستش به مغز به ما بده عزیزان، که ذهنمون عوض کنه. بنابراین فقط یه لحظه فقط نگاه کن گذشته تو، تو چی بودی؟ اگر مسیح تو رو انتخاب نمی کرد تو کجا بودی؟ و نگاه کن چقدر زیبا اون خدا تو رو هدایت کرد که بتونی با او آشنا بشی. او الان سرنوشت دست زندگی تو رو گرفته و میگه که بیا من رو پیروی کن. بیا من رو پیروی کن که چون من تو رو خواندم و کارهای عظیمی در تو خواهم کرد، که آماده می کنم که شریک جلال من باشی. تو رو آماده می کنم که تاج جلال و اکرام رو بر سر تو بزنم و تمام عمل دستای من، تمام چیزایی که من خلق کردم، همه چی زیر دستای تو بسپارم، همه چیز رو زیر پاهای تو نهادم. مرسی خداوند. جایی که احتیاج به توبه هست، شاید فقط هی غر زدی، بعضی وقت هست که خدا ما رو نجات داده و هدایت میکنه و یک راه عالی و ما شروع میکنیم معامله کردن، طلبکار هستیم. چرا این کار رو نمی کنی؟ چرا اون کار رو نمی کنی؟ خوب میشه خودمون رو جایی که هست که واقعا فقط شادم، بعضی هستن که حتی واقعا دیدم که از خدا عصبانی شدم، ترک کردن چه خدایی هست که مشکل من رو حل نمی کنه. اما یه زمانی هست که خودمون رو تفتیش کنیم، خودمون رو، فکرهای خودمون رو، و به یه تصمیمی برسیم که خدا من الان از امروز به بعد هم میخوام از تو فقط زندگی من فقط شکرگزاری باشه. چرا من؟ نه، به خاطر اینکه خدا خواسته، خدا منو انتخاب کرده. این تصمیم رو بگیرین عزیزان. و همینطورم از خود بدوز بپرسیم و از خواهش کنیم، خودتون خواهش کنیم که از امروز به بعد شاید بیشتر با آگاهی بتونیم با او یه زندگی صمیمانه داشته باشیم. اون هادی توست، عاشقانه دوست داره، و جایی که به او رو محسون کردی، جایی که دلش رو شکوندی، جایی که مقاومت کردی،
جایی که نااطاعتی کردی، جایی که روح خدا به تو یه چیزی گفت تو اصلا کلن بر چیز دست برعکس انجام دادی، جایی که گفته برو یلان توبه کن یا ببخش این شخص رو، تو گفتی نه نمیتونم و نمیخوام. خوب میشه همینطور هر لکه هایی تو بدن های ما تو ردای ما افتاده پاک کنیم. یا رو بادست این آرزو منم هست رو بادست که واقعا خواهش من اینه که التماس میکنم خودم به تک تک ما، تو الان اینجا هستی میدونم، یاد بدی اونقدر نزدیک بشی خودم که بدونیم که چیز بهتری از تو وجود نداره. هر گناهی کوچیک خودم، هر چیزی کوچیک میتونه ما رو از تو دور کنه. دعا میکنم هدایت کنی، طوری هدایت کنی که همه ما عاشق تو باشیم خودم، و به خاطر عشق از دست ندادن این عشق خود من با گناه بازی نکنه و کلام تو رو عیسی جان اطاعت کنیم. ممنون هستیم خود من امروزم با ما صحبت کردی و کمک های کرد رو بود است. جلال رو به تو میدیم. حالا به خدا. آمین.